سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. در تماشای این هفته دنیای شگفت‌انگیز آنجلا کارتر، نویسنده بریتانیایی. گفتگو با آرش ریاهی، فیلمساز ساکن اتریش. دوریس سالسیدو و پرداختن به قربانیان تاریخ. در دهه 80 میلادی آثار ادبی واقع‌گرایانه با محتوای اجتماعی که با جزئیات به زندگی روزمره می‌پرداختند بر عرصه ادبیات بریتانیا مسلط بودند. در این دوران نویسنده‌ای هم قلم می‌زد به نام آنجلا کارتر که تخیل دیوانه‌واری داشت و حاضر هم نبود با جریان ادبی مسلط جامعه‌اش همراه بشه. بهاش رو هم پرداخت، به این معنی که در طول زندگی ادبیش چندان تحویل گرفته نشد. اما امروزه اهل فن معتقدند که کارتر مهمترین نویسنده سورئالیست دوران خودش بوده. برنامه این هفته رو با نگاهی به دنیای شگفت‌انگیز آثار آنجلا کارتر آغاز می‌کنیم. در جنگلی که در آن بنی بشری نیست، همیشه در خطرید. از دروازه درختان کاج عظیمی که شاخه‌های انبوهشان به دست و پایت می‌پیچد و رهگذر بی‌احتیاط را در دام می‌اندازد، حذر کن. آنجا گویی پوشش گیاهی خود با گرگ‌های جنگل هم دست است و درختان به نیابت از رفقایشان به شکار می‌روند. به درون جنگل انبوه با دلهره و احتیاط بسیار قدم بگذار، چرا که اگر لحظه‌ای از مسیر مستقیم منحرف شوی، تومه گرگ ها خواهی شد. آنها چون قحطی سیاهند و چون تا اون بیره. آنجلا کارتر شیفته فضاهایی که ما رو به تخیل وامی دارن. جایی مثل سیرک، تئاتر، اسباب‌بازی فروشی، فضاهای تاریک و جنگل‌های وهم‌انگیز. دنبال فضاهای شگفت‌آوره، چون اینجور فضاها در فهم اینکه واقعیت چطور ساخته میشه تأثیر داره. مثل قصه شنل قرمزی که به دخترم میگه اگه از راه راست منحرف بشین لقمه چپ گرگ بد بدجنس میشین. هرچند خود کارتر در نوشتهاش تا تونسته از راه راست منحرف شده. آنجلا کارتر خیال پرداز هم سورئالیست بود، هم فمینیست بود، هم سوسیالیست. با این حال جهان آثارش با واقع‌گرایی خشن و مبتذل ادبیات متحد فرسنگ‌ها فاصله داره. کارتر دنبال اون دوز و کلک‌های تو قصه است که به افکار و نگاه ما شکل میدن. خیال بافی در آثارش ابزاریه برای برملا کردن ساز و کارهای پنهان جهان واقعی. کارتر در جوانی به شدت مستقل بود. در خونه به خصوص به خاطر مادر سلطه‌جوش احساس خفقان می‌کرد. I always had the feeling, you know, that things were slightly wrong and that things weren't wrong with me, things were wrong with everybody else. And that's good. That's healthy. آنجلا سال 1960 در 20 سالگی برای نجات از خونه با داروسازی به نام پل کارتر ازدواج کرد و با او به شهر بریستول مهاجرت کرد. او بعدها این ازدواج رو گریز از یک چهاردیواری بسته به یک چهاردیواری بسته دیگه توصیف کرد. دفتر خاطرات کارتر نشون میده که او با نقشش به عنوان همسر کنار نمی اومده و خودش رو در دام شخصیت افسرده شوهر گرفتار میدیده. کارتر به نویسندگی پناه آورد و با سرعتی سرسام‌آور شروع به نوشتن کرد. او از سال 1965 تا 69 5 رمان رو کامل کرد. یعنی بیش از سالی یک رمان. سبک رایج داستان نویسی انگلیسی در اون زمان بر زندگی روزمره تاکید داشت. اما این دقیقاً چیزی بود که آنجلا تلاش می‌کرد ازش فرار بکنه. رمان ماشین امیال دوزخی دکتر هافمن که در این دوره نوشته شده، قوی‌ترین رمان این مجموعه است. رمان ماشین امیال دوزخی دکتر هافمن درباره جنگی که یک دانشمند نابغه آغاز میکنه. دانشمندی که ماشینای ابداع میکنه که میتونن تخیل رو به واقعیت تبدیل کنن. وقتی واقعیت اسیر تخیل میشه، هراسی دیوانوار به جون شهر میفته. سبک کار کارتر از سال 1972 با نگارش دکتر هافمن متحول شد.
در آثار این دوره خواننده مدام از یک فضای شگفت‌انگیز به یک فضای شگفت‌انگیز دیگه پرتاب میشه و توسن خیالش مدام به همراه کارتر پر میکشه و اوج میگیره. میشه گفت شخصیت دکتر هافمن به خود کارتر بی‌شباهت نیست. او افسونگری اهریمنیه که هدفش منهدم کردن واقعیته. Lord love you, sir. As to my place of birth, why, I first saw light of day right here in smoky old London, didn't I? Not build the Cockney Venus for nothing, sir. Though they could just as well have called me Helen of the High Wire, due to the unusual circumstances in which I first come ashore. For I never docked via what you might call the normal channels, sir. Oh, dear me, no. But just like Helen of Troy was hatched out of a bloody great egg while Bow Bells rang as ever is. رمان شب‌های سیرک کارتر درباره زن بندبازی به نام فدرزه. نامی که کلمه انگلیسی فدرز به معنی پر و بال رو تداعی می‌کنه. اسمی با مسماست چون این زن واقعاً بال داره. روی پوسترهای تبلیغاتی اجراش نوشته شده این زن واقعی است یا خیالی. فدرز تجسم روح سیرکه چون در سیرک هم مرز بین واقعیت و خیال مبهمه. راوی قصه اولش یک روزنامه نگار سرسخت و بدبینه، اما در طول داستان به سیرک میپیونده، دلغک میشه، با ببرا میرقصه و خوک آیندهش رو پیشگویی میکنه. در نهایت در سیبری عقلش رو از دست میده. همه اینا مای خواننده رو هم ترغیب میکنه به پیروی از اون منطقمون رو به کلی کنار بذاریم. فبرز برای گرفتن تناب معلق بندبازی 10 متری به هوا جست. پر و بالش را لرزاند و برهم زد. خشخشی به هوا خواست و او به پرواز درآمد. روزنامه نگار جوان که از لوژ سرخ رنگ مطبوعات تماشایش می کرد، این رخداد غیر قابل تصور را از نظر گذراند. آیا ممکن است یک زن بالدار واقعی برای امرار معاش وانمود کند که بالهایش ساختگی است؟ از تصور این تناقض پوزخندی زد. در این عصر مادی، حتی معجزه واقعی هم به ناچار برای به رسمیت شناخته شدن به هیئت یک ترفند ظاهر می شود. مسائل جنسیتی همیشه در کار کارتر اهمیتی اساسی داشت. به خصوص در دهه 70 میلادی وقتی او یکی از بدی ترین رمان های فمینیستی یعنی مصائب حوای نو رو نوشت. I wanted to write what seemed to me a deeply serious novel. Piece of fiction about gender identity, about our relation to the dream factory, our relation to Hollywood, our relation to imagery. The Passion of New Eve has as its heroine somebody who's been completely constructed by the rules of the cinema, really on terms quite strictly of what men want from goddesses. That face is invented like a piece of cookery, really. And this was the, you know, for me this was the fascination, how it's done. And then you have to ask yourself, why is it done? How have they made this woman into this, you know, fantasy creation? And why? What do they think they're doing? What's up? Is it for money? Is it for status? Is it for oppression? These questions, of course, come to a person later. در رمان مصائب حوای نو زنان گروه افراطی‌اند که به شهر نیویورک حمله کردند. ضد قهرمان این داستان مرد انگلیسی زنباره‌ایه که زنی او رو می‌دزده. این زن عضو فرقه‌ایه که رهبرش یک الهه چند پستانه. الهه با جراحی مرد رو به زنی تمام و کمال تبدیل می‌کنه. در این داستان باور نکردنی کارتر با شیطنت هنجارهای رایج داستان‌های فمینیستی رو در هم می‌ریزه. آنجلا کارتر در سال 92 میلادی به دلیل ابتلا به سرطان ریه در 52 سالگی درگذشت. آخرین رمانش که اثری درخشانه، یک کمدی گستاخانه و در عین حال احساساتی درباره زندگی و میراث هنرمندان حاشیه‌ای. رمان کودکان خردمند درباره دو زن میانسال دوقلو از طبقه کارگره. اونا بچه‌های نامشروع یک بازیگر سرشناس تئاترای شکسپیری هستند. اما خودشون با رقصیدن در نمایش‌های بیمای روزگار می‌گذرونن.
این رمان آخر کارتر هم مثل بقیه کاراش پر از تناقضات تعمدیه. کارتر میخندونه تا گریه رو پنهان بکنه. در کارش زیبایی رنگ باخته و توانایی های به بار ننشسته به موضوعاتی برای تفریح تلخ و شیرین مای خواننده تبدیل میشن. آرش ریاهی کارگردان فیلم‌هایی مثل خانواده در تبعید و برای یک لحظه آزادی 9 سالگی همراه خانواده‌اش به اتریش مهاجرت کرده. همونجا فیلمسازی خونده و چندین فیلم و تعداد زیادی جایزه سینمایی در کارنامه‌اش داره. محمد عبدی برای برنامه تماشا با او گفتگو کرده. هشت نو سالم بود که از ایران با پدر مادرم به عنوان پناهنده اومدیم اتریش. یار بری. و اینجا تو اتریش تو مدرسه رفتم و توی دبیرستانی که بودم یک کورس برای فیلم و دوربین و این چیز و اینا بود که یکی از بهترین دوستام رفت و منم رفتم تشویق شدم و با هم شروع کردیم اول فیلم های کوتاهمون رو درست کردیم که فیلم های بود که توی فستیوال های بچه ها و نوجوانان اتریش نشون دادن و کریتیک خیلی بدی گرفتیم و تشویق شدیم که فیلم بهتری درست بکنیم. اولین فیلم داستانیم که درست کردم اسمش بود برای یک لحظه آزادی که اتریش 2010 فرستاد به عنوان انتخاب کرد به عنوان فیلمی که برای اسکار فرستادن. این جریان فرار و این چیز و اینا یه داستانی بود، یه جوی بود که من یادم بود و میشناختم و دوست و خواهر و برادرم که با ما نیومدن یه دو سال بعد، یک سال بعد با پسر خالم و یه دوستش همون راه اومدن ترکیه و بعد اومدن اتریش. اون داستانا رو من همه رو جمع کردم. چندین بار رفتم ترکیه، چندین بار رفتم دم مرز تو شهر وان و اینا با پناهنده و اینا حرف زدم، چون میخواستم یه داستانی درست بکنم که همیشه آدم بتونه بهش نگاه کنه و یونیورسال باشه. Since weeks we eat only bread and cheese. You like chicken? What about big chicken? You like big chicken? Yes, I like chicken. And big chicken. And little chicken. خیلی طول کشید تا بازیگرا رو پیدا کردیم. خب اصلا بودجه فیلمم بالا بود، اینی که 6 سال طول کشید تا تونستیم همه کار رو درست بکنیم و فیلم برداری کنیم. و خب مهم بود که بازیگر پیدا کنیم که مسئله‌ای نداشته باشن که توی فیلم بازی میکنن که ضد رژیمه و مسئله‌ای نداشته باشن که دیگه ممکنه نتونن برگردن ایران. و این برام مهم بود که نمی‌خواستم که یه فیلمی درست بکنم که مثلا لهجه حرف صحبت اون آدم میفهمه که اینا واقعه از ایران نیومدن اینجا به دنیا اومدن. این خیلی مهم بود، خیلی دلم خواست که یه فیلم باشه که آدما جدی بگیرنش. علی چطوری؟ خیلی خوبی. جز اینکه شکنجه شدیم نزدیک بود دیپورت بشیم، حالا ما فوق العاده عالیه. اینطور که میبینم تو هم به درد نزدش داری. You shut up, okay? با این کار نداشته باش. خجالت نمی کشی ها؟ انگار که دوست دارت برات واجبتر از بچه هاست بیمرفن ها؟ بازه واجبتره؟ قبل از اون فیلم خانواده در تبعید رو درست کردم. یه فیلم بود که من 12 سال ماتریال براش جمع کردم تا تونستم درستش بکنم، تا اصلا فیلم شد. چون اول شروع شد با ماتریالی که من فیلم برداری کردم، وقتی که مثلا فامیل میمد بهمون سر میزد یا بعضی وقتا ما رو دوربین مثلا براشون مسیج ضبط میکردیم میفرستادیم میبردن بهشون نشون میدادن و اینا. اینجا خیلی عالیه، یعنی ما خوشبختیم. تنها چیزی که هست من خودم میتونم بگم هرچی سنم بالاتر رفت بیشتر برام این که نمیتونم بیام پل شما، نمیتونم بیام میهنم و اینا یه مسئله شد. اصلا اول قرار نبود که یه فیلم بشه. بعد که قرار شد ما هم بریم مکه هم دیگر رو ببینیم بعد از 15 سال،
گفتم اوکی دوربینو با خودم میبرم، چون بابام با من نعمت، من گفتم خب من برای بابام فیلم برداری میکنم، هرچی که میشه که اون بدن این سفر رو لمس کنه و بهش بتونه نشون بدیم. همه چیز رو برای بابا فیلم برداری میکنیم از دقیقه اول تا آخر. اگه عربا بذارم، اگه نذارنم یه کاری میکنیم. همشون یکی یکی بفوز بهشون سلام برسون، اینقدر فشارشون بده به سینت به جامعه. یه فیلمی که فیلم برداری یه معنی دیگه میگیره، یه چیزی که آدم باش با هم صحبت میکنه. نه خب خوشتون میاد، نه خب مثلا خیلی چیزا حسدا میتونه بکنه، مثل آدم های دیگه، مثلا رادیو گوش بده، کتاب های دیگه بخونه بجز قرآن، اونو براتون جالب نیست؟ میخونم کتاب های دیگه هم میخونم. چی مثلا؟ رساله. بیشتر راجب اینه که ما یه فامیل هستیم، یه سرمون چپن، یه سرمون مسلمونن، یه سرمون طرفدار شاهن، مثل تمام فامیل های ایرانی، همه میشناسیم اینا، ولی ما هم دیگر رو دوست داریم، برای اینکه از نظر قلبی و احساسی به هم نزدیکیم. حالا چیکار کنیم؟ بیام به هم فوش بدیم، دعوا کنیم، یا بیام هم دیگر رو تو بغل بگیریم و شروع کنیم با هم حرف بزنیم؟ تصمیمم چی شد؟ تو میری ایران به چی فکر میکنی همیشه؟ من به خوشبختی فکر میکنم، به آینده بچه ها، به آینده خودم. و جمله تو که اینقدر قشنگ بود و به من گفتی زندگی رو بیچاره بکن، نه اینکه زندگی تو رو بیچاره بکنه، به همه فکر میکنم. پروژه هر روز شورش ما شروعش تو ایران بود، از جنبش سبز ما شروع کردیم ویدیوهایی که مردم ضبط میکردن جمع کنیم. بعد اون جنبش شکست خورد، دیدیم که تو کشورهای عربی جنبش بهار عربی، بعد اسپانیا جنبش ایندیگنادوس شروع شد، فیمن تو یوکرین، تو آمریکا اوکوپای وال استریت، و همه این جنبش‌ها مسالمت‌آمیز بودن، بی خشونت سعی می‌کردن سیستم رو عوض بکنن. و برای اولین بار یه کتابی در اومده بود، این کتاب 100 سال مبارزه، جنگ و اینا تو دنیا رو آنالیز کرده و به این میرسه که مبارزه‌ای که بی خشونت هستن، شانس این که یه دونه کشور دموکراسی بعد از اون انقلاب درست بکنن 70% در برابر انقلابای با خشونت. برای اینکه یه دوباره خشونت شروع میکنه اینا. گفتیم که این به نظر ما یه چیز خیلی پروژه زندگی ماست، یه جوری میشه گفت که آدم ضد خشونت با صلح و با یه دید دیگه، دید هومانیستیک کار کنه، و شروع کردیم روی این فیلم کار کردن. داستانگوهای خوب اونایی هستن که میتونن از دورورشون یه اسنسی در بیارن و اینو بیارن روی صحنه، روی کاغذ، و حتما نباید اتوبیوگرافی باشه یک به یک. چیزایی هم که من تو فیلمم از خودم میذارم وقتی که مستند نیست، داستانیه، کپی نیست، چون میدونیم داستان که میخواد بسازی باید بسازیش. ولی خب هممون میدونیم وقتی که تو بچه بودی مجبور شدی بری تو غربت، تمام دوستاتو دیگه نداری، پدر مادرت ممکنه باد باشن ممکنه نباشن، بالاخره خیلی از فامیل نیست و اینا، این یه اثری تو داره، میتونه اثر خیلی اصلا نگاتیوی باشه که تو مثلا دیپرس بشی و اینا، میتونه آدم مسئلهش نکنه، میتونه بگه اوکی این یه چیز خوبیه، یه چیزی جالبیه، یه چیزی که من میتونم ازش یه چیزی یاد بگیرم و میتونم به کسای دیگه هم یه چیزی یاد بدم، و این میتونه داستانگو بشه، میتونه فیلم بنویسه کنه، میتونه رادیو درست کنه، هر چیزی. و تا یه حدی توی همه فیلم‌های آدم میتونه باشه، ولی من حتما در آینده فیلم‌هایی هم درست میکنم که اصلا ربطی به این چیزا نداره. دوریس سالسدو، هنرمند 60 ساله کلمبیایی، میگه من در تمام عمر کاریم فقط به یک موضوع پرداختم، قربانیان تاریخ. پاییز امسال تمام فضای سالن عظیم گالری وایت کیوب لندن به نمایش تنها یک کار سالسدو اختصاص داشت. من به دیدن این کار رفتم و با سالسدو به گفتگو نشستم. Thank you.
ساختن این کار که یک نگاره چند لایه است 5 سال طول کشید. تحقیق در مورد این کار رو سال 2013 شروع کردم. شگفت زده بودم از اینکه می دیدم کسی پذیرای این پناهجویان نیست. هزاران نفر از شمال آفریقا و خاورمیانه که جونشون برای کسی اهمیت نداره در راه فرار غرق میشن و هیچ کس براشون سوگواری نمی کنه. فکرشون شکنجم می داد و به نظرم مهم بود که برای این قربانیان سوگواری بشه. کاری بسازم که اسمشون مدام با اشک تکرار بشه. نامهایی که مدام محو میشن و نامهای دیگری به جای اونها پدیدار میشن. مثل داغ مادران سوگوار که هرگز پایان نداره. این کار از دید من در مورد سوگواری نیست، بلکه خود اثر در حال سوگواری. اگر بخوام در کارم تنها به زندگی یک نفر بپردازم، کار فقط در مورد یک زندگی میشه. فکر میکنم بهتره به تجربه های مشترک و خاموشی بپردازم که جهانی هن. و همه ما که به شکلی درد و رنج رو تجربه کردیم میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. وقتی هایمه گارسون خبرنگار و طنز پرداز کلمبیایی به قتل رسید، من به گروهی از هنرمندان پیشنهاد دادم که جمع شیم و یک ردیف گل سرخ رو واژگون به دیوار مقابل خانه‌اش بکوبیم. این اولین بار بود که من کاری برای فضای عمومی می ساختم. در سال مرگ گارسون با کمک خواهر و برادرش کار جدیدی کردیم. با به هم گره زدن شاخه های گل سرخ رشته بلندی درست کردیم. این زنجیره از خانه تا محل قتلش که 4.5 کیلومتر فاصله داشت امتداد پیدا می کرد. کار آروم پیش رفت و تمام روز طول کشید. از دید من این یک کار کامل. وقتی آدم در کشوری خشن زندگی می کنه نمی تونه وانمود کنه که خشونتی در اون رخ نمی ده. برای همین فکر میکنم وظیفه هنر اینه که سوالات سخت مطرح کنه، بلکه بشه براشون پاسخهایی پیدا کرد. وظیفه هنر پاسخ دادن نیست، طرح سواله. وقتی به تصاویر فکر میکنم میبینم دو مفهوم برام مهمه، یکی شفافیت و دیگری دقت. مثل عالم شعره که در اون ایجاز به وضوح تصویر شعری کمک میکنه. در کار من هم هر چقدر تصویر ساده تر و مختصر و مفید تر باشه، شهادت قربانیانی که موضوع کار منن واضح تر به گوش میرسه. سالها برام مسئله بود که در جنگ‌های داخلی چه بلایی سر آدم‌ها میاد. دنبال شنیدن صدای زنان خانواده‌های قربانی بودم. اونا فقط راجع به فجایعی شهادت می‌دادن که بر سر والدین، همسر یا بچه‌هاشون اومده بود. عجیبه که هیچ وقت ندیدم این زنها در مورد خودشون حرف بزنن. این سکوت خیلی نکته مهمی بود. به نظرم رسید زخم عمیقی به این زنها وارد شده. برای این کار از استعاره میز استفاده کردم. اونها منهدم و دوباره تکه تکه به هم چسبونده شدن. در ظاهر این همون میزه، اما وقتی با دقت بهشون نگاه میکنی میبینی تکه پاره های سر هم بندی شده ی اون میزن. همه کارهای من بر اساس شهادت نام است. شهادت قربانیان واقعی، جان به در بردگان یا سوگواران یک فاجعه. در کولومبیا قتل عام‌های زیادی رخ میده. اونقدر زیاد که ما توان واکنش نشون دادن رو از دست دادیم.
در یک جامعه آرام وقتی فاجعه ای رخ میده، مردم با آوردن شمع و گل اندوهشون رو به شکل جمعی ابراز میکنن. اما ما در کولومبیا از شدت فاجعه بی‌حس شدیم. شمع‌هایی که من در ردیف‌های منظم در میدان بزرگ شهر بوگوتا به یاد قربانیان چیدم، نشون میداد که این کار واکنش خودجوش مردمی نیست. واکنش یک نفره به یک فاجعه. به نظرم خیلی مهمه که روی این واقعیت‌ها تمرکز کنیم. واقعیاتی که نمی‌خوایم ببینیم یا قبول کنیم. هنر شاید بتونه همبستگی ما رو تقویت کنه، بلکه تحملمون برای گذر از مصائب بیشتر بشه. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونین روی وبسایت BBC فارسی هم ببینین. اگه خواستین گزارش و برنامه قبلی ما رو ببینین، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.